متوجه هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. قبل از اجرای برنامه همینان گرامی باید از شما عذرخواهی کنم. متاسفانه در این شهر فرشتگان ویروسی افتاده به تن بعضی ها که این ویروس سبب میشه اولا تب بکنن، کسانی که گرفتار میشن سرفه های شدید بکنن و آسم موقتی بگیرن. من یه همچه حالتی پیدا کردم و قادر نیستم واقعا زیاد صحبت بکنم، ولی از اینجایی که خیلی جان سختم ترجیح میدم که بیام در برابر دوربین بشینم ولی تو خانه و منزلم استراحت نکنم. در صورت سعی میکنم که کمتر صحبت بکنم و باعث ناراحتی شما نشم، چون ممکنه سرفه بکنم و این مسائل سبب ناراحتی بینندگان تلویزیون بشه. اما عمیانان گرامی، سفر امروز آقای فرمانده کل سپاه اسلام به ابو موسی و اظهارات مسخره و احمقانه که او در اونجا کرد و اصولا فضای بسیار متشنج بین ایران و همسایگان به جایی رسیده که 18 شهروند ایرانی رو 18 در یک اعدام 8 نفره و در یک اعدام 10 نفره در عربستان سعودی که میدونید به طرز وحشیانه ای هم اعدام میکنن، یعنی گردن میزنن، سبب شده 18 شهروند ایرانی در عرض چند ماه گذشته در عربستان سعودی گردن زده بشن. اینی که تابناک نوشته، اینو سایت تابناک آورده و در این مدت وزارت امور خارجه تماشاگر بوده و همین آقای صالحی وزیر خارجه چندی قبل صحبت کرده، گفته ما مذاکراتی با دولت عربستان سعودی انجام دادیم، به حمدالله روابط خوب هست و این مشکلات بین کنسولی بین ایران و عربستان در حال حل شدنه. همون زمانی که این حرف زده دوباره 10 نفر دیگر رو بعد از اون 8 نفر اعدام کرد و الان در سایت تابناک اتفاقا در مورد همین مسئله یه فیلم کوچکی هم تابناک گذشته که از یوتیوب گرفته و اون این هستش که اظهارات یک ایرانی که در بند در زندان عربستان و در اونجا میگه این آدم که بله اینجا تعدادی از همیهنان ما رو اعدام کردن و ما هم هر آن منتظر هستیم که ما رو بکشن. حالا جرم اینا چی بوده؟ در یک طوفانی که در خلیج پارس اتفاق افتاده یک کشتی که بوده 40 نفر در توش بودن، تو این کشتی بودن، اینا میان میخورن به سواحل عربستان و در اونجا گاردای ساحلی عربستان اینا رو دستگیر میکنن و به جرم قاچاق و جاسوسی. آخه این خنده داره. اینا رو جمهوری اسلامی تو دهنه این شیخ حکا انداخته. کسانی که توی بلم هستن 40 تا نمیدونم ملوان ایرانی، اینا چی رو میخوان جاسوسی کنن؟ کجا رو جاسوسی کنن؟ آخه یه نفر که از یک کشور میاد بعد طوفان اینا رو میزنه کشتیشون رو داغون کنه، میخواد چجوری جاسوسی کنه؟ حرفای احمقانه که جمهوری اسلامی، این فرهنگ جمهوری اسلامی در منطقه است. دو نفر شاعر آذربایجانی رو دعوت کردن در اردبیل در نمیدونم یک نشست جشنواره شعری، دو تا جوان آذربایجانی یعنی از اون ور از اران دعوت شدن آمدن این جشنواره به پایان رسیده، اینا خواستن برگردن دستگیرشون کردن و گفتن اینا جاسوسن. پدر یکی از اینا از آذربایجان تماس گرفته با مقامات وزارت امور خارجه، جوابشو ندادن. چند روز بعد فرزندش از تلفن بازجوش، تلفن دستی بازجوش، زنگ زده به پدرش و گفته که ما رو دستگیر کردن، من الان تلفن بازجوم صحبت میکنم، جرم ما این بوده که گفتن موقعی که آمدید از جمهوری آذربایجان به تبریز این پاسپورتتون مورد تایید کنسولگری آذربایجان، دولت آذربایجان قرار نگرفته و مقامات تبریزی هم ورود شما رو اعلام نکردن، بنابراین به زودی این مسئله حل میشه، شاید من برگردم. بعد ایشون با وزارت خارجه تماس میگیره، با مراس این به اصطلاح کنسول آذربایجان در جمهوری آذربایجان در تبریز، هیچ کدوم اینا جوابی نمیدن برای اینکه اینا رو وزارت اطلاعات دستگیر کرده به جرم جاسوسی. حالا دولت آذربایجان
40 نفر دستگیر کرده به جرم جاسوسی از طرف جمهوری اسلامی، که مقدار زیادی اسلحه اینا آوردن در آذربایجان، اینطوری که دولت آذربایجان گفت، و قصد داشتن این کشور رو به هم بریزن و به سفارت آمریکا، سفارت اسرائیل حمله بکنن. آخه شما بعد دیروز بسیاری از جراید آلمان و خبرگزاری آلمان گزارش دادن، یا تلویزیون آلمان، که جمهوری اسلامی از طریق ایران ایر هواپیمای مسافربری داره برای لبنان و سوریه اسلحه میفرسته. همین الان گرام، این خبرها رو همینطوری نباید ازش گذشت. اینا بار تبلیغاتی خطرناک داره. یعنی وقتی که میگن هواپیماهای ایران اسلحه هم میکنه، دولت اسرائیل مجازه طبق قوانین بین المللی در روی دریای مدیترانه همون بلایی رو که سر هواپیمای ایرانر آوردن، یک ناو هواپیما برای آمریکایی زد، یه هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی رو انداخت ایرانر. فردا میگن آقا به این ایستای ما و اختارای ما و اینا توجه، ایست که نه رو هوا، اختارای ما توجه نکردن، هواپیما مسافربری هم هست، اصلا هم میکنه، بنابراین ما زدیمش. و این عملیات ماجراجویانه جمهوری اسلامی همینان گرامی همطور ادامه داره. فضا به قدری متشنجه که باور کنید این کسانی که در رأس مقامات نظامی جمهوری اسلامی به خصوص قرار گرفتن، اینا حرفای بسیار خطرناکی میزنن. نمیشه از این حرفای احمقانه و خطرناک اینا گذشت. مرتبا در حال تهدید هستن. امروز اصلا بدون هیچ نوع دلیلی آقای سردار نمیدونم جعفری، سلشگر جعفری، رفته به ابو موسا. در ابو موسا از یکانهای مخصوص نمیدونم موشکی و اینا بازدید کرد. در حالی که طبق قراری که هست، قرار شده که در ابو موسا، میدونی که قراری که در زمان شاه گذاشته شده بود، موقعی که این جزایر رو اشغال کردن، بین تنبه بزرگ و تنبه کوچک و ابو موسا، فقط ابو موساست که قابل سکونته، وگرنه تنبه بزرگ، تنبه کوچک، تنبه بزرگ که میگن محل مارهاست، یعنی یکی از این نیروهای، کسانی که جزء نیروی دریاییه، گفته بودن خبرنگارا ازش پرسیدن چطور تو این جزیره ابو تنبه بزرگ و تنبه کوچک سکنه نداره، موقع از کنارش رد میشدن، و او گفته الان من برات میگم، گویا تیری در کرده، دیدن هزاران مار از این، یعنی تو منطقه هم میگن تنبه بزرگ، تنبه کوچک مرکز مارهاست در خلیج فارس، بنابراین قابل سکونت نیست. تنها جزیره که قابل سکونته این جزیره ابو موساست، و طبق قرار قبلی که گذاشته شده، قرار این منطقه یه منطقه غیر نظامی باشه، فقط به اصطلاح اداره پلیس و ژاندارمری در اونجا باشه، و جزیره هم یک قسمت کوچکش رو شارجه اداره بکنه چون عرب هستن، و یه قسمتش هم، قسمت بیشترش ایران اداره بکنه چون متعلق به ایران. حالا اینا رفتن اونجا پایگاه موشکی، نمیدونم فرودگاه، این چیزها رو درست کردن. یکی مسافرت احمدی نژاد به اونجا بود که با جنجال توأم شد، درست در بدترین زمان ممکن این مردک مسافرت کرد، همه توجه رو آورد روی ابو موسا و روی این سه جزیره، طوری که الان اقدامات شتاب زده این شیخکای خلیج فارس باعث شده که بار دیگر نام خلیج فارس و این سه جزیره در رأس خبرهای منطقه قرار گیره. حالا امروز این مردک جعفری رفته در اونجا، این خبر رو براتون میخونم، خبرگزاری مهر روز پنجشنبه 11 خرداد خبر داد که سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری در پایان بازدید خود از این جزایر گفت با کمک کشورها، خیلی مسخره است، با کمک کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس امنیت آبها و سواحل خودمان را تضمین میکنیم، و از کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس خواست تا کمک کنند آنچه دست استکبار جهانی خواند از منطقه کوتاه شده و دشمنان ناامید شد. همین الان گرامی، مشکل ما اینه که الان این شیخکای خلیج فارس و این عربهایی که اصولا در منطقه هستند، مسئله اصلیشون نه دیگه اسرائیل بلکه ایرانه، اونم به دلیل اظهار نظرهای غیر مسئولانه و احمقانه همین سلشگر قلابیایی است که در سپاه پاسداران هست. مرتباً چه از نظر چند بار شما شنیدی که اگر کوچکترین حمله‌ای به ایران صورت بگیره،
دیگه از دبی و قطر رو نمیدونم فلان و فلان خبری نیست روی نقشه و ما همه رو نابود میکنیم. چندین بار گفتن، همینطور که راجع به اسرائیل هم گفتن. و شما میبینید که در عرض همین چند ماه گذشته متجاوز از 60 میلیارد دلار اسلحه آمریکایی سرازیر شده، به اضافه قراردادهای امنیتی و نظامی که بین این کشورها و آمریکا و غربی‌ها ایجاد شده. اینا همش برمیگرده درست مثل اینکه یه دولتی رو در ایران مستقر کردن برای اینکه تمام منافع غرب و کارخانجات اسلحه سازی رو تامین کنن. حیرت آور این سیاست‌ها اینا، حیرت آور همینان دیگه. شما نگاه کنید در اطراف خودمون کدوم کشور روابط صمیمانه با جمهوری اسلامی داره. امروز یه گزارشی رو باستاب نوشته و نوشته که مخصوصا هم اینطور هست، نوشته در اربیل عراق در منطقه کردستان یک جلسه بزرگی تشکیل شده از کردها، از ایاد علاوی اون که قبلا نخست وزیر بود و الان به اصطلاح معاون نخست وزیر عراق، حزبش بسیار نیرومنده، از حزب آقای این نخست وزیر عراق دو تا کرسی بیشتره ولی نتونست ایشون دیگران جلب کنه برای ائتلاف با خودش. و اینها جمع شدن در اربیل از جمله آقای مقتدی صدر که حزب قوی هم داره، همین که طرفدار جمهوری اسلامیه، در ایران هم درس میخوند و نمیدونم حکم اجتهاد گرفته. اینا جمع شدن در اونجا و یک نامه شدید اللحن نوشتن به نخست وزیر. اینا خبر بسیار مهمیه دیگه، نوشته که اینا جمع شدن در اربیل یه اخطار دادن به رئیس نخست وزیر عراق و گفتن این وضع نمیتونه ادامه بکنه، تو داره رو به دیکتاتوری میری و یگانهای طلایی درست کردی که اینا رو مأمور کردی دور تا دور عراق رو محاصره کردن، بغداد رو به خصوص، برای روزی که بشود از اینا برای یه نوع کودتای استفاده بکنه. الان اصلا حیرت آور اینا، نگاه کنید این خبرهایی است که در مورد همین مسئله عراق هست. حالا خبرشو براتون پیدا میکنم براتون میگم. و اینو عیناً برداشته سایت تابناک نوشته و نوشته که این جلسه بسیار مهمه و از اونجا مهمه که آقای مقتدی صدر، یعنی کسی که در جمهوری اسلامی پرورش پیدا کرده، پولش جمهوری اسلامی داده، حالا اومده جزء نیروهای مخالف و از آقای طالبانی رئیس جمهور عراق خواستن یا آقای نخست وزیر عراق رو برکنار بکنه و یا منتظر عواقب دیکتاتوری ایشون باشه. و اینم وقتی که در تابناک منتشر میشه دلیل اینی که بس که جمهوری اسلامی هم از روش‌های نخست وزیر عراق که دست پرورده خودشون هم هست در حزب الدعوه مخالفن، ناراضین. همین اون گرامی قراردادهای نظامی و امنیتی که بین عراق و آمریکا بسته شده و بین افغانستان و عراق بسته شده به قدری جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میده با همه اعتراضات که جمهوری اسلامی کرده و همه پولهایی که سرمایه‌گذاری کرده در این دو تا کشور، هم در عراق و هم در افغانستان. این دو تا کشور قراردادهای بسیار محکمی بستن که به اصطلاح این زنجیره معاصره ایران رو روز به روز تنگتر و تنگتر میکنه. نگاه کنید عراق، افغانستان، حالا پاکستان فقط تو این وسط که یه خورده جمهوری اسلامی روابطش حداقل تونسته نگه داره، اونم میدونید با اون سنی‌های افراطی که امکان داره دوباره روابط به هم بخوره. اینور آذربایجان، شیخک‌های خلیج فارس، هیچ کدوم. ارمنستان فقط یه خورده سیاستاش رو نزدیک کرده به جمهوری اسلامی، اونم به خاطر دشمنی که با آذربایجان داره. بنابراین یک دوست اینا در منطقه ندارن. در جهانم که ببینید وضعیت چجوریه. الان فشارهایی که از طرف آمریکا و کشورهای غربی داره به ایران میاد، طوری بدبختی اقتصادی برای جمهوری اسلامی درست کرده، به خصوص سیاست‌های احمدی نژاد، که اینا چاره‌ای ندیدن جز این که در ایران فشار روی مردم عادی زیادتر و زیادتر، مردمی که واقعاً هیچ وسیله‌ای ندارن تا فریاداشون رو به گوش این جهانیان برسونن. کشورهای غربی، آمریکا، اسرائیل، همه فقط فکر منافع خودشون هستن. همینان گرام، فقط مسئله غرب الان مسئله اصلیشون این فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامیه. اگر در مسکو دوباره اینا به تفاهم برسن و بتوانن جمهوری اسلامی رو با این فشارهایی که میدن وادار به عقب نشینی بکنن، مشکلشون با ایران حل شده.
داشتم گزارش میخوندم رادیو فردا ورداشته یه گزارشی داره تهیه میکنه، یعنی چندین هفته است که داره این اجرا میکنه، نور بر تاریک خانه های اشباح در زندان های جمهوری اسلامی. شما بخونید که چه وحشتناکه از کسانی که از این اتاقهای زندانهای انفرادی سپاه پاسداران آمدن بیرون و گزارش دادن که چگونه شو 3 ماه 4 ماه یک انسانو میبرن در یک اتاق حدود 1 متر در 2 متر که تمامش نموره، یک دونه چراغ اون بالاست، شب و روز روشنه و این آدمو از نظر فیزیکی تحت فشار قرار میدن تا وادار به اقرار بکنه، تا بیاد هر چی اونا دلشون میخواد در برابر دوربین تلویزیون بگه یا بنویسه. هیچ کس در جهان نیومده بگه که آخه یک رژیم خونریز عقب افتاده ددمنش به چه دلیلی اجازه داره این کارا رو بکنه. 18 شهروند ایرانی رو در عربستان سعودی کشتن، گردن زدن، نه از دنیا خبری هست و نه از ایران، اونا که خوابن تو ایران. حالا اگه 4 تا فلسطینی یا 4 تا حزب‌الله لبنان در نمیدونم گرفتار شده بودن، این جمهوری اسلامی یقه درانی میکرد برای اینا. 18 شهروند ایرانی رو کشتن، چی نگفته. حتی سایت تابناک نوشته وزارت خارجه و جمهوری اسلامی تماشاگرن اونجا، واشدن نگاه میکنن که این شهروندا رو کشتن. اینه ما ملتمون اینقدر مظلوم واقع شده همین الان گرامی در اثر سیاست‌های مخرب و احمقانه و ددمنشانه رژیم جمهوری اسلامی. ببینید الان من داشتم گزارش‌های بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو فرانسه و رادیو زمانه و رادیوی نمیدونم دویچه وله که خودم قبلا کار میکردم توش نگاه میکنم. شما ببینید اگر توی 100 نفر از این ور یه نفر رو بیارن باش مصاحبه بکنن، از اون ور همین آقایون اصلاحچی ها دائم تو این تلویزیون ها و رادیو ها شما یا با آقای کدیور یا با آقای نمیدونم گنجی یا با آقای مهاجرانی یا با آقای افشاری با همه اینا مذاکره میکنن، گفتگو میکنن، مذاکره میکنن، مصاحبه میکنن، ولی از این ور هیچ. رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی بلند شد در رأس یه هیئتی رفته، قرار بوده با یک هیئت پارلمانی آلمان ملاقات کنه، کنسلش کرده. حالا میتونم من با نظرات ایشون موافق نباشم. از این ور حالا ایشون، یا شما ببینید همین جریانی که الان این مسخره بازی که سر مجاهدین خلق در آوردن، اونا رو از اونجا آواره کردن، فرستادن توی یک کمپ دیگه، تمام چیزایی که اونجا داشتن همه رو تاراج کردن، وضعیت اینا رو همینطور رو هوا گذاشتن و هر نوع جنایتی رو ممکن دولت عراق در حق اینا بکنه. همه ساکتن. ما رو انداختن به جون هم دیگه. این آقای اصلاحچی‌ها اینجا مرتب میرم. تازه ببینید یه فرمانده سپاه پاسداران گفته این آقای خاتمی اگر بخواد برگرده به طرف ملت و به طرف مولای ما آقا امام خامنه‌ای باید بگه غلط کردم، زانو بزنه و بگه غلط کردم. ببینید اینا حتی خودشون قبول ندارن. خاتمی همین چند روز پیش بود گفت ما اگر بخوایم در مملکت فعالیتی بکنیم باید در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی این کارو بکنیم. ما تابع قانون اساسی هستیم، ما ولایت فقیه رو قبول داریم، منتها اشکالاتی داریم که این اشکالات باید در قانون اساسی حل بشه، ولی ما برانداز نیستیم. همه این حرفا رو زده، تازه این سردار جباری میگه باید بیاد زانو بزنه بگه غلط کردم تا ما ببخشه بشه. و این آقایون غربی ها خیلی هاشون همه امیدشون رو به اینا بستن، به اینا پول میدن، به اینا اقامت میدن، به اینا تلویزیون میدن، به اینا رادیو میدن برای اینکه فعالیت بکنه، با اینا مصاحبه میکنن، تمام وسایل ارتباط جمعی غرب در اختیار این آقایونه. من میتونم یه روز براتون اسامی این آدما رو که در این تلویزیون ها رادیو ها باشون مصاحبه میکنن بیارم و بعد به شما میگم از این ور چند نفر رو بردن، از اینایی که خونه دل خوردن 30 خورده‌ای سال در خارج از کشور یا 27-28 سال ولی جز اون اردوگاه نبودن، از اول خواهان براندازی کامل این رژیم جمهوری اسلامی بودن، نه بزک کردش. آقای رفسنجانی، آقای خاتمی، اینا آمدن عمری مملکت رو، مردم رو 16 سال تموم بزک کردن رژیم و مردم رو نگه داشتن در این حالت، به خصوص آقای خاتمی، و عاقبت یک جانوری مثل احمدی نژاد رو انداختن به جان ملت.
و آقای خامنه ای که حسابی شده حاکم مطلق، حکومت خلافتی، کراوات فروشی ها دارن میبندن به جرم کراوات نباید باشه. باز دوباره اینا رو ریختن تو خیابان ها، زن ها و دکترای یه صحنه رو نگاه کنید، اصلا این چیزها رو یادشون رفته. نگاه کنید در پارک های اطراف تهران چه اتفاقایی میفته و مامورین انتظامی خواب فقط حجاب رو باید حفظ کنن و کراوات فروشی ها رو ببرن. نگاه کنید این صحنه هایی از مواد مخدر در اطراف پارک های تهران زیر نظر نیروی انتظامی، زنهای ما رو نگاه کنید به چه حالتی انداخته. نگاه کنید اینا رو تابناک انداخته همین الان گیرم. نگاه کنید نیروی انتظامی خوابه در این جور جا. نگاه کنید اما یه ذره چادر زنا بره کنار اسلام به خطر میفته، کراوات بزنین اسلام به خطر میفته. اینا که اسلام به خطر میفته، اینا موافق اسلامه. مردم توی اعتیاد و بدبختی و بیچارگی ملهامون بالا بشینن بخورن، این به نفع اسلامه، به نفع اسلام آقایون البته. خب همینان گرامی گفتگو میکنم با آقای حسن زارزاده اردشیر تا آقای سامان ایشون رو روی خط تلفن بیاره. یه اظهار نظری کرده معاون رئیس جمهوری عراق، ببخشید آذربایجان، در مورد این آخوندای حاکم بر ایران. گفته اینا یه مش آدمایی هستن که آخوند دروغگو و قلابی هن. کارشون اینه که فضولی میکنن. میگه هی گفتن قراره که این همجنسگراها در آذربایجان رژه برن موقعی که اوروویژن برقراره. اصلا همچی قراری نبود. حالا هم که دیدن همچی خبری نشده گفتن ما تبلیغات کردیم جمهوری آذربایجان ترسیده این همجنسگراها نتونستن رژه برن. بعد نوشته اینا یه مش دروغگو، یه مش شالاتان و یه مش آخوندهای قلابی هستن که در ایران نشستن کشورهای اطراف رو که مردم مسلمونن بندازن به جون هم دیگه و بهره برداری سوء استفاده بکنن. خب من نمیدونم که الان ها ایشون دارن میگیرن. و از این طرف هم روابط به قدری بد شده که مسئول فرهنگی بیت آیت الله خامنه ای به اسم یه آخوندی از به نام محمد هادی فرید رفته وارد باکو شده که بره در سفارت مستقر بشه. گرفتن دومش رو انداختنش توی هواپیما، بعدی گفتن برگرد. ایشون رو اخراج کردن برای که گفتن ما احتیاج نداریم که مسئول فرهنگی داشته باشه سفارت، اینا معلومه همه جاسوس محسوسن. در هر صورت گفتگو میکنم با آقای حسن زارزاده اردشیر. بله آقای اردشیر درود بر شما. درود بر شما آقای فرجی عزیز و هموطنان گرامی. آقای اردشیر باز دوباره تابستان شده، باز دوباره این عملی عکره استبداد راه افتادن تو خیابان ها. الان یه صحنه هایی نشون دادم از پارک های اطراف تهران که چگونه زنان میهن ما دارن در حال اعتیاد هستن، دارن هروئین میکشن، دارن نمیدونم مواد مخدر تزریق میکنن به خودشون، ولی جمهوری اسلامی به اینا کاری نداره. مشکل اینا در دانشگاه هاست، مشکل اینا در بین جوانانی که فعالیت سیاسی میکنن. وگرنه شما از این کارا بکنی به نفع جمهوری اسلامی هم هست. خود جمهوری اسلامی هم تشویق میکنه که جوانای ما برن معتاد بشن، جوانای ما برن هروئین مصرف بکنن ولی کار سیاسی نکنن. اینه که این کارا رو باش 100% مخالفن و برخورد میکنن. الان بار دیگر شنیدم که به دلیل تعطیلاتی که در پیش هست باز اینا دانشگاه رو شروع کردن، هم در نامنویسی، هم در کنکورها، هم در خوابگاه ها و هم در کلاس ها در دانشگاه های مختلف آزار و اذیت رسوندن. چیه جریان؟ شما بفرمایید. خواهش میکنم آقای فرجی. ببینید هر وقت که نزدیک تابستان و نزدیک یک سری حوادث سرنوشت ساز میشه، سالگرد حوادث، این اتفاقات میفته. در گذشته که جنبش سبزی در کار نبود سر 18 تیر این کارو میکردن، یعنی نزدیک 18 تیر که میشد شروع میکردن ماموران ارشاد و گشت ارشاد و پلیس رو در خیابان ها مستقر میکردن تا جوان ها رو مورد آزار و اذیت قرار بدن و به این ترتیب بگن که در واقع حضور گسترده ای دارن و جلوی هر گونه حرکت رو خواهند گرفت. تا شروع میکردن با برخورد های در واقع انتظامی و تنبیهی جلوی حرکت های بعدی
جوانها رو بگیرن. به هر حال بخش گسترده ای از جامعه ما رو جوانها سنین پایین‌تر تشکیل میدن و این در واقع نگرانی هایی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده که تلاش میکنه که به هر حال با سرکوب حکومت رو ادامه بده. الان هم که خب نزدیک خرداد هست، تقریبا 7-8 روز دیگه سالگرد حوادث پس از انتخابات هست و کشتار برخی از هموطنان عزیزمون و تعدادی از جوانان و دانشجویان که جان خودشون رو از دست دادن، مثل ندا و سهراب و بسیاری دیگر، و بعد هم خب سالگرد 18 تیر هست. از الان شروع کردن به در واقع سفارایی در خیابان‌ها و این گشت ارشاد دوباره خودش رو نشون داده و شروع کردن با جوان‌ها برخورد کردن. با دانشجویان هم در واقع همین برخوردها انجام می‌گیره در دانشگاه‌ها و الان حجم گسترده‌ای از دانشجویان رو ستاره‌دار کردن، از ادامه تحصیل بر رده‌های بالاتر محروم کردن و بر خیلی‌ها رو به کمیته‌های انضباطی احضار کردن. عرض کنم که تعدادی از دانشجویان بازداشت شدند در نقاط مختلف به بهانه‌های مختلف، تا اینکه در واقع جمهوری اسلامی با این کارها نشون بده که میخواد با هر گونه حرکتی برخورد کنه. یعنی از همین الان دارن خودشون رو آماده میکنن برای سالگرد جنبش سبز و سالگرد 18 تیر. ولی خب به هر حال ما در این سالها دیدیم که جمهوری اسلامی با تکیه بر سرنیزه و اسلحه و سرکوب خواسته که جلوی حرکتها رو بگیره و موفق نبوده و جوانها و دانشجویان همواره تلاش گسترده انجام دادن و در برابر این فشارهای سرکوبگرانه حکومت ایستادن و تسلیم نشدن. امسال هم تسلیم نخواهند شد با تمام این فشارهایی که وجود داره، هم در داخل کشور برنامه‌های در پیشه و در سالگرد جنبش سبز و 18 تیر برنامه‌های در پیش خواهد بود شنیدم، و هم در خارج از کشور. خود ما هم الان در تورنتو در تدارک برنامه مفصلی هستیم، در روز شنبه 9 جون در نورث یورک سیویک سنتر که کسانی که در تورنتو زندگی میشناسن میشناسن میدان ملسمن و ساختمان اجتماعات شهرداری نورث یورک رو در تورنتو، که ما روز شنبه 9 جون بعد از ظهر ساعت 2 در اونجا برنامه خیلی مفصلی داریم و تعدادی از فعالان سیاسی و اجتماعی هم در اونجا صحبت خواهند کرد، از جمله آقای مجتبی واحدی مشاور آقای کروبی دعوت کردیم در برنامه شرکت بکنن، از آقای دکتر رضا موریدی، آقای دکتر فرخ زندی، امکان داره خانم نازنین افشینجم هم حضور پیدا بکنن و عرض کنم که و تعدادی دیگر. و از الان مشخصه که با توجه به استقبالی که شده تعداد زیادی در این برنامه شرکت بکنن و در شهرهای دیگر هم بعضی از هموطنانمون در تلاش هستن که گرامی بدارن سالگرد جنبش پس از انتخابات رو، و در گرامی داشت یاد خاطره شهدای جنبش این برنامه ها رو تدارک ببینن. خب طبیعتا برابر این حجم گسترده یه تلاشایی که در سراسر کشور انجام میشه، جمهوری اسلامی هم شروع میکنه به سفارایی کردن و برخورد کردن. اشاره بکنم که همزمان 17 سازمان و انجمن فعال در حوزه حقوق بشر هم بیانیه رو به صورت مشترک منتشر کرده و وضعیت دانشجویان و برخورد با اساتید دانشگاه ها رو مورد بررسی قرار داده و شدیداً ابراز نگرانی کرده از اینکه آزادی علمی در جمهوری اسلامی به شدت محدود شده و زیر سوال رفته. و این سازمان های حقوق بشری ایرانی که در کشورهای مختلف فعالیت میکنن، البته بعضی از اونها هم غیر ایرانی هستن و سازمانهای بین المللی معتبری هستن، که از جمهوری اسلامی خواستن به تعهدات بین المللی خودش در ارتباط با حفاظت و پاسداشت حق تحصیل و آزادی علمی پایبند باشه. و این حق جوانها و دانشجوها هستش که در محیط های آکادمیک و دانشگاهی به ادامه تحصیل بپردازن و
جمهوری اسلامی حق نداره که جلوی ادامه تحصیل دانشجویان رو بگیره. در واقع این هم حربه ای شده برای برخورد با جوانها، خیلی نسبت به گذشت سختگیری ها زیاد شده و حتی من متوجه شدم که سعی میکنن که دلایل مشخصی هم به کسانی که از تحصیل محروم میشن ارائه ندن. قبلا کارنامه میدادن، کارنامه محدودی میدادن و یا دلیل این که دانشجویان ستاره دار میشن یا محروم از تحصیل میشن رو میگفتن. الان دیگه این دلایل رو هم نمیگن و حتی میگن که ما این قدرت رو داریم در کنکور هم دستکاری بکنیم و شما رو مردود علمی بکنیم و بعدم که کردیم شما نخواهید فهمید که چه اتفاقی افتاده. این رو به صورت شفاهی به یکی از دانشجویانی که مراجعه کرده بود، درگیر شده بودن، گفته بودن که به هر حال یک کارمند درجه چندم چنین حرف رو میزنه به خاطر اینکه فکر میکنه که حرف سند نیست و کسی نمیتونه استفاده بکنه. ولی به هر حال این سیستمی که وجود داره دیگه، از هر شرایطی استفاده میکنن که جوانها رو محدود کنن، مورد اذیت و آزار قرار بدن و برای اونها درگیری های اقتصادی، اجتماعی و فکری به وجود بیارن تا جلوی رشد و پیشرفت اونها رو بگیرن. البته اجازه بدید در این گیرودار این خبرهای ناگواری که وجود داره جناب فرجی عزیز، چند خبر خوشحال کننده هم من به اطلاع برسنم. آقای اردشیر ببخشید، من توی خبرها میخوندم که یه دختر خانوم ایرانی بار دیگر در کانادا به اصطلاح ملکه زیبایی کانادا شناخته شده و شانس اینه داره که ملکه زیبایی جهان هم بشه. این خوب خبر خوشحال کننده. درسته. اما خوشحال کننده تر اینی که این خانوم با شما تماس گرفته، با سازمان‌های دانشجویی در خارج از کشور و اعلام آمادگی کرده که برای فعالیت در مورد نقض حقوق بشر در ایران با شما همراه. این خبر خیلی خوشحال کننده است. می‌خواستم در این مورد هم یه اشاره بکنید. بله. درسته. بله، خانم سحر بی‌نیاز ملکه زیبایی کانادا که هفته گذشته انتخاب شد، دومین ایرانی بود که این در واقع مقام رو کسب می‌کرد بعد از نازنین افشینجم، که خانم نازنین افشینجم در سال 2003 این مقام رو کسب کرد، ایشون امسال در سال 2012 این مقام رو کسب کرد به عنوان دومین ایرانی که ملکه زیبایی کانادا شد و در صدر اخبار کانادا قرار گرفت و حتی در صدر اخبار بسیار رسانه‌هایی که در خارج از کانادا، آمریکا و اروپا وجود داشتن و بسیار خبرساز شد این مسئله. به هر حال به خاطر توانایی‌های علمی و آکادمیک و شایستگی‌هایی که داشت، زیبایی که داشت، توانست این مقام رو کسب کنه و الان که در موقعیتی قرار گرفته که مورد توجه قرار گرفته، اعلام آمادگی کرده که از این موقعیت استفاده بکنه و به نفع مردم ایران شروع بکنه به فعالیت کردن، که من با ایشون دو سه روز پیش صحبت کردم و خیلی علاقه‌مند بودن که با سازمان ما و فعالیت‌های ما همکاری بکنه، حضور داشته باشه و در دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق مردم ایران شروع بکنه به فعالیت کردن، که در این زمینه به زودی هموطنان ما خبرهایی رو خواهند شنید. اسمشون چیه گفتید شما آقای اردشیر؟ خانم سحر بی‌نیاز. بله، این تصویرشون الان روی تلویزیون ما هست. سامان عزیز این تصویر رو بلافاصله پیدا کردن، گذاشتن. خیلی خوشحال کننده است. خانم سحر بی‌نیاز. بله بله. آقای فرجی در هند به دنیا آمدن ولی در ایران بزرگ شدن و فارسی خیلی خوبی دارن، به فارسی صحبت میکنن و سامان جون باز این عکس بذار. بله. صحبت میکنن و در سال 2003 هم خانم نازنین افشینجم این مقام رو کسب کرد. شما میدونید که خانم نازنین افشینجم بعد از اینکه در سال 2003 ملکه زیبایی کانادا شد، شروع کرد به فعالیت حقوق بشری کردن در دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، دفاع از زندانیان سیاسی و بسیاری موارد دیگر. واقعا زحمات زیادی کشید خانم افشینجم که هفته گذاشتم در تورنتو کتاب جدیدش رو رونمایی کرد به اسم داستان دو نازنین، که ایشون کمپینی برای خانم نازنین فاتحی درست کرده بود در سال 2007 که نازنین فاتحی دختر نوجوانی بود که به اعدام محکوم شده بود. بلد. و البته از زندان
آزاد شد که این روایت فعالیتاش در مورد نازنین رو، نازنین فاتحی رو خانم نازنین افشینجم در این کتاب نوشته که خیلی مورد توجه حتی جامعه کانادایی شد و بسیاری در این مراسم های ایشون در رونمایی از این کتاب شرکت کرده بودند و الان هم مراسم دیگری امروز یا فردا برگزار میشه در ارتباط با همین کتاب در شهر اوتاوا پایتخت کانادا. خب برگردم به بحث دانشجویان، چند نکته دیگر رو هم تا وقتم تمام نشده عرض بکنم که کاوه رضایی یکی از دانشجویان زندانی که شدیداً مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود در زندان به یک مرخصی کوتاه اومد، امیدوارم بیشتر بشه این مرخصی که بتونه از درمان استفاده بکنه. عرض بکنم که آقای ماهان محمدی از زندانیان سیاسی دوباره به بند 350 برگشت که ایشون در بیرون از زندان بودن ولی مرخصشون تمدید نشد. عرض میکنم که خانم عاطفه نبوی از دانشجویان زندانی ایشون آزاد شدن. داوود سلیمانی دیروز آزاد شده بود. خانم سما نورانی که دانشجوی بهایی بود آزاد شد. آقای وحید لعلیپور همسر مهدی گلرو از زندان آزاد شد و آرش صادقی دانشجوی زندانی دست به اعتصاب غذا زده در اعتراض به وضعیت حسین رونقه ملکی دیگر دانشجوی زندانی. میدونین که حسین رونقه ملکی خیلی وضعیت بدی داره، در زندانی کلیهش رو از دست داده حسین و کلیه دیگرش فعاله و جمهوری اسلامی اجازه مداوا به حسین نمیده تا به این صورت در واقع او رو با یک مرگ تدریجی روبرو بکنه. 900 نفر از فعالان ایرانی یا فعالان حقوق بشری ایرانی نامه‌ای نوشتن در مورد وضعیت حسین رونقه ملکی و اعتراض کردن و خواستار رسیدگی به وضعیت او و درمان او شدن که از جمله من هم امضا کردم و دوستان من هم امضا کردن. از طرف من هم امضا کنید آقای، رسیدگی بشه. آقای اردشیر از طرف من هم شما مجازید که اینا بیانیه رو امضا کنید. حتما، خیلی متشکرم. این حسین رونقه ملکی، من یه توضیح بدم که یک جوان کم سن و سال، یه دانشجو، ولی با وجود کم سن و سال بودن واقعا یک نابغه است. ایشون تونست در چند سال گذشته یک نهادی درست کنه، کمیته به نام کمیته مبارزه با سانسور، و شروع کرد فیلتر شکن‌های رو تولید کردن و بسیاری در ایران تونستن از این فیلتر شکن‌ها استفاده بکنن و به سایت ها دسترسی داشته باشن و از اینترنت آزاد استفاده بکنن بدون اینکه کمکی از کسی بگیره. یعنی در حوزه کامپیوتر و اینترنت این فرد یک نابغه است و نابغه رو بردن در زندان که دانشجو هست و با مرگ تدریجی میخوان اون رو از بین ببرن، در حالی که این فرد میتونه برای کشورش و مردمش و جامعه و دانشگاه یک چهره و یک شخصیت بسیار مفیدی باشه. برای روزخانان که آقای اردشیر مهم نیست که اینا رو دقیقاً باید این آدمایی که فکر دارن، این آدمایی که میتونن در جهت منافع مردم قرار، اینا رو باید از بین برد و یه مش آدمایی از همین سرداران چاقوکش و اراذل اوباش رو دور و برشون بزن. خیلی سپاسگزارم آقای اردشیر گرامی از اطلاعات که در اختیار همیهنان ما قرار داده. تو هفته بعد که باز با هم صحبت می‌کنیم. خب همیهنان ارجمند، گفتگوی من رو با آقای حسن زارزاده اردشیر شنید. قسمت دیگه گفتگوی من امشب امروز با آقای دکتر مسعود نقره‌کار هست، فعال و پژوهشگر سیاسی. آقای نقره‌کار چندین کتاب در مورد مسائل مختلف ایران نوشته، بسیار آدم پرکاریه دکتر نقره‌کار همیهنان گرامی، و من یکی از خوشحالیام اینه که دکتر نقره‌کار مدت هاست که در برنامه من محبت میکنه و در مورد مسائل مختلف به اظهار نظر میپردازه. دکتر نقره‌کار، من حالا بعدا خواهش خواهم کرد که اسامی کتاب هایی رو که تا به حال نوشته و منتشر کرده رو به آگاهی شما برسونم. دکتر نقره‌کار عزیز، درود بر شما. سلام دارم برای شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. دکتر نقره‌کار عزیز، من امروز در برنامه به چند مسئله اشاره کردم که به خصوص مسئله مربوط به بگیر و به بندهای این چند مدت گذشته بود، منتها با آقای اردشیر صحبت کردم راجع به جنبه های دانشجویی این مسئله. اما با شما میخوام یه مسئله دیگه ای رو مطرح کنم، چون شما عضو کانون نویسندگان ایران بودید و هستید. این مسئله دستگیری آقای فریبرز رئیس‌دانا و خانم
منیژه نجم عراقی که منشی کانون نویسندگان اینا دستگیر شدن در هفته‌های گذشته، این بگیر و ببندهای جدید و این همه فشار و این فتواها و اینا به خاطر چیه آقای دکتر نارکار عزیز؟ بله ببینید، طی چند هفته اخیر میدونید که حکومت اسلامی یورش زیادی به آزادی های فردی و اجتماعی آورده، در واقع همیشه بوده، اما به این هفته های اخیر این مسئله تشدید شده. مسئله حجاب، همین بحثی که راجع به کراوات اخیرا شده، دستگیری و بازجویی از روزنامه نگارا، دستگیری یک سری از آزادی خواهان، یا اون صدور فتوای ارتداد و قتل شاهین نجفی، اینها مجموعه ای هستش که ما در طی این چند هفته اخیر می‌بینیم. و به گمان من همونطوری که میدونید باز یک نوع فرافکنیه که از طرف حکومت اسلامی اتفاق میفته و معمولا در شرایط که این حکومت چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه داخلی مشکلاتش تشدید میشه رو میاره به یک همچین تاکتیک هایی و خلاصه از اون جعبه مارگیریش میدونید که به هر حال ماری در میاره و بیرون میندازه. و خب این روشی است که قبلا هم خمینی داشته و الان هم دنبالش، در واقع دنبال روهای اون دارن، یک نوع بحران سازی های به گمان من دستساز اینو انجام میدن. میدونید الان در سطح جهانی مسئله هسته ای، مسئله نقش حکومت اسلامی در سوریه و لبنان، تحریم های اقتصادی و یک سری خبرهایی هم که همین طی چند روز اخیر داشتید، میدونید حمل سلاح به وسیله هواپیمای مسافربری یا نقض حقوق بشر، اعدام هایی که طی چند هفته اخیر اتفاق افتاد و یک سری از این مسائل در سطح بین المللی، یا آنچه که در آذربایجان مطرح بود، یک سری مسائل هم در داخل مثل دعوای خودشون در رابطه با دیگه بین مجلس و دولت و مجموعه از مشکلات اقتصادی و خبرهایی که در داخل هستش، اینا در واقع مجموعه عواملی هستن که دوباره شرایط رو ایجاب کردن که حکومت اسلامی رو بیاره چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی به هر حال یک سری جار و جنجال ها و قوچیگری های ایجاد بکنه که از خان و از روی مسائل اصلی منحرف بکنه. خب در داخل، در خارج که من اشاره کردم همون بحث مسئله فتوا هست، ولی در داخل دستگیری هایی که طی این چند هفته اتفاق افتاد، خیلی از آنچه که در رابطه با حجاب فشاری که دارن به زنان میارن و یا همون بحث کراوات و از اون بازی ها، میدونید ابتدا چند تن از روزنامه نگاران طی هفته های گذشته دستگیر شدن، رحمان نو جدی فکر میکنم و یا رضا تالشی، روزنامه نگارایی که برها فرا خوانده شدن و تحت بازجویی قرار گرفتن، و بعد دستگیری فریبرد رئیس‌دان ها و اخیرا هم خانم منیژه نجم عراقی. اینها نمونه هایی است، البته باید از این نمونه ها بیشتر از اینها باشه، ولی میدونید آقای فریبرز رئیس‌دان ها به عنوان اقتصاددان و فعال سیاسی اجتماعی و عضو کانون نویسندگان ایران قبلا دستگیر شده بودند به خاطر انتقادی که کرده بودند به طرح هدفمندسازی یارانه ها. ایشون اقتصاددان هستن و همون موقع به این طرح انتقاد کردن و مطرح کردن که این طرح به هر حال طرح نادرستی است و مسئله آفرین خواهد بود. همون هنگام فکر کنم سال 89 دستگیر شدن، بعد آزاد شدن، دوباره اخیرا گرفتن و ایشونو به یک سال حبس محکوم کردن و در زندان هستن. و بعد هم دستگیری خانم منیژه نجم عراقی، منشی کانون نویسندگان ایران، که ایشونو به عنوان تبلیغ علیه نظام دستگیر کردن. خب هر دو اینا که من اسم بردم، آقای رئیس‌دانا و خانم عراقی، میدونید که آثار با ارزش منتشر کردن در ایران و برای کانون نویسندگان و نقش دارن در فعالیت غیر علنیش، الان برای که الان کانون نویسندگان که فعالیت علنی نمیتونه بکنه، برای این دو رو دستگیر کردن و
به گمان من به نظر میاد که این روند ادامه خواهد پیدا کرد و همونطور که من اشاره کردم این به دنبال مسائلی است که جمهوری اسلامی باهاش مواجه است. حتما این خبر هم داشتین شما که خیلی جالب بود برای من که طی فکر میکنم حدود دو هفته گذشته روزنامه رسالت از قول علیرضا پناهیان، میدونید مسئول اتاق فکر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه، به سخنرانی میکردن برای تیپ پیاده آل محمد وابسته به سپاه، اونجا نکته ای رو مطرح کردن که به گمان من در واقع خیلی این نکته باید قابل توجه قرار بگیره و این بگیر و به بند ها و این مشکلات هم در همین رابطه هست. ایشون اونجا گفتن که به گفته امام حکم کسانی که قدرت نظام رو کاهش میدهند افساد فلعرضه و شما ببینید که این بحث کاهش قدرت نظام چه مقوله گلگشادی میتونه باشه و چقدر میتونه به همین حد آزادی های فردی اجتماعی و به هر حال شرایطی که تو ایران هست در همین حد فشار ایجاد بکنه و محدودیت ها رو زیاد کنه. در هر حال خلاصه بکنم این نکته‌ای که شما اشاره کردید، دستگیری آقای رئیس دانا، خانم عراقی و روزنامه نگارا و همونطور مسئله فتوا و نکات پیرامونی مشابهین به گمان من همونطور که گفتم فرافکنی است که حکومت اسلامی در رابطه با بحران‌هایی که در سطح جهانی و در سطح داخلی با آن مواجه شده به اونها رو آورده. خب شما دکتر نورکار خیال میکنید که یعنی تصور اینا، من به عنوان یه تحلیلگر از شما سوال میکنم، اینا آیا با این کارهاشون موفق میشن این نارضایتی که روز به روز داره در جامعه بیشتر و بیشتر میشه، از یه طرف فشارهای بین المللی اینا رو وادار به عقب نشینی های وحشتناک کرده، اینا سعی میکنن با حادث سازی در منطقه و حادث سازی در مملکت از یه طرف و درگیری شدن با همسایه های ایران، الان شما روابط گفتم در برنامه امروزم، روابط ایران با آذربایجان، روابط ایران با افغانستان، روابط ایران با عراق بعد از این قراردادهای امنیتی که نظامی که با آمریکا عراق و افغانستان بستن، اینا رو واقعا در تنگناهای عجیبی قرار داده. بعد فشاری که الان از طریق تحمیل این تحریم‌های نفتی داره در منطقه میشه، اینی که الان امارات متحده عربی لوله کشی میکنه 360 کیلومتر نفت خودشو بدونه که احتیاج داشته باشه از تنگه هرمز عبور بده، اینا همه مسائلی است که جمهوری اسلامی رو بیشتر و بیشتر به سوی این نوع فعالیت‌های مخرب در داخل شما نظرتون در این مورد چیه؟ ببینید به گمان من جمهوری اسلامی در یک چنین مقاطعی که الان هم خوب شرایط همطوری گفتیم شرایط خوبی براش نیست، اصلا بر بنیان بحران میتونه حیات خودش رو حفظ بکنه، یعنی بحران سازی بکنه و خب این میتونه در یک مقاطع کوتاهی یه تأثیراتی داشته باشه و اینها رو از مهلک نجات بده، ولی در طولانی مدت و دراز مدت نمیتونه. این حکومت در واقع با مشکلات عدیدهی که داره چه در داخل و چه در سطح بین المللی برحال با نه فقط بحران سازی های خودش بلکه به طور ماهوی با بحران های مواجه است که به گمان من ادامه حیاتشو دچار مشکل خواهد کرد. دکتر نورکار عزیز بسیار سپاسگزارم از نظرت. اگر صحبتی دیگه ای دارید که من سوال کردم، یکی از اون چیزهایی که بسیار برای من همیانان ایمیل میزنن و سوال میکنن اینه که شما بفرمایید که چه فعالیت هایی در زمینه پژوهشگری کردید. اینا رو آگاهی ندارن همیانان ما، منم از بس که دائما با شما در مورد مسائل مختلف صحبت کردم بعضی وقتا یادم میره، شما هم که خودتون اشاره نمیکنید چند تا کتاب شما در مورد مسائل مختلف این پژوهش هایی که کردید نوشتید دکتر نورکار، اسم ببرید. من تا به حال به زبان فارسی حدود 27 کتاب منتشر کردم. بله. و چند کتابم به زبان انگلیسی. در عرصه پژوهشی میتونم به کتابی اشاره کنم تحت عنوان بخشی از جنبش روشنفکری ایران، کتابی است در 5 جلد. بله همین. و که فی الواقع من
کانون نویسندگان ایران و تشکل‌های دیگر رو به عنوان یک نمونه روشنفکری در این مجموعه شکافتم. نگاهی تاریخی به این 50 سال اخیر جنبش روشنفکری در ایران از زاویه کانون، علاوه بر این کتابی تحت عنوان مقدمه‌ای بر کشتار دگراندیشان نوشتم و یک مجموعه مقالات و تحقیقاتی هم در رابطه با مقوله مدارا، تحمل و دگراندیشی دارم که در عرصه پژوهشی کتاب‌های دیگه‌ای هست. در عرصه ادبیات 3 رمان منتشر کردم و چندین مجموعه داستان کوتاه، و در زمینه کار انگلیسی هم در واقع یک رمان، یک مجموعه داستان کوتاه، داستان کودکان، و به هر حال همونطور که گفتم حدود 27 کتاب فارسی و چند کتاب انگلیسی از من منتشر شده و الان هم به طور فعال در رابطه با مسئله حقوق بشر و همین بحث دگراندیشی مقاله های سلسله واری و گزارش هایی در سایت های مختلف از جمله سایت گویا دارم. دوشو نقره کار شما بفهمید تخصصتون چیه؟ اینا رو شنونده ها میپرسن و بیننده ها، من هم از شما سوال میکنم چه تخصص؟ من خب طبیب بودم و الان هم در همین فیلد پزشکی کار میکنم، ولی خب این مسئله حرفه‌ایمو خیلی سطحش کاهش دادم و به قول معروف از مسئله کار در عرصه پزشکی به عنوان یک آبگاری که برای زندگیم استفاده میکنم، ولی بیشتر وقتم رو گذاشتم روی همین کارهای سیاسی و کارهای اجتماعی، ولی خب رشته‌ای که تحصیل کردم طب بوده. خب دکتر نورکار، برای اینکه تماس بگیرم با شما و این کتابا رو سفارش بدم چه جوری باید با شما تماس بگیرم؟ ببینید همین مسعود نورکار تو فیسبوک راحت میتونن بیان فیسبوک من، کافیه بزنن مسعود نورکار فیسبوک و اونجا با دوستان های مایلن ارتباط بگیرن و من باهاشون در تماس باشم. ضمن اینکه ایمیل من هم هست mnogrekar@hotmail.com. یه دفعه دیگه بگی. mnogrekar mnogrekar@hotmail.com. بله. خیلی سپاسگزارم دکتر نورکار عزیز، تو هفته دیگه که با هم دیگه با صحبت خواهیم کرد. ممنون. منم از شما متشکرم. خب عمیانان گرامی، به همینجام وقت برنامه من به پایان میرسه. سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید. بعد از برنامه من امشو هست که آقای حسینی دوست با ذوق ما برنامه خودش اجرا میکنه. توجه شما رو جلب میکنم به این برنامه، حتما توجه بکنید. سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده که روز دوشنبه شب خواهد بود و امیدوار هستم که حال منم بهتر بشه. خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.